امام زمان مثلش مثل نوره، مثل قرآنه، مثل آب زلاله. قرآن مگه خوبی نیست؟ و ننزل من القرآن ما هو الشفاء و رحمت لل مؤمنین ولا یزید الظالمین الا سارا. میگه این قرآن میبینه نوره، برای مؤمنین شفا و رحمته، برای ظالمین چیه؟ خسران و نابودی. امام زمان بیاد قرآن رو میاره میذاره وسط، بر مبنای قرآن حکم خواهد راند، بعد از همین قرآن چیزای بیرون بکشه واسه من و شما که همینجوری مات بمونیم. امام زمان بیاد الهی حکم خواهد راند، الهی و سیستم الهیه. تشکیل حکومت دینی و نفی جدی لایسیته و سکولاریسم، نه یک حکومتی که سیاست از دیانت جداست. تو ظهور مبنا عوض میشه، اصلا مبنای انسانیت پول نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم به معنی واقعی کلمه میبینی که هرچه اونجا به امام معصوم نزدیکتر احترام بیشتر داره. و امام زمان بیاد دست دوستیشو به سمت دشمنان هم دراز میکنه، میگه من امام شما هستم، برگردید، من نمیخوام بکشمتون. که امام زمان اینجوریه، قراره بیاد این تمامیت عدالت عینیت پیدا کنه، نه در یک محدوده کوچک، در کل دنیا. عیسی روح الله از آسمان فرود آید و پشت سر او نماز گذارد، زمین به نور پروردگارش روشن شود، اشرقت الارض بنور ربها، و سلطنتش در شرق و غرب عالم گسترش یابد. رفتار طبیعت هم عوض میشه. ببینید اصلا شما تو این فاز و فضا نباشید که ظهور خدمت شما هم ادامه این جریانه، نه اصلا یک داستان دیگه است. علما میگن اصلا یک فاز و فضای جدیده، اصلا مخیلتون نمی گنجه، اصلا معادلات تغییر میکنه، رفتارها متفاوت میشه. ما در برخی از روایات داریم مثلا وحوشی که تا دیروز کارشون در رند خویی بوده آروم میشن، در رند خویان آرام میگیرن در کنارن. 27 باب علم فقط تا آمدن لحظه ظهور فقط دو علم دو بابش کشف شده، 25ش مونده تا الان هنوز ظهور نبوده. یعنی هرچی تا الان بشر علم کشف کرده هنوز اون آخر دوتا هم نرسیده. حیوانات شروع میکنه همکاری کردن با انسان‌ها برای خدمت به انسان‌ها. بالاخره اون سری استعدادهای وجودی دارن که انسان نداره. معادلات عوض میشه، یه دنیای دیگه است، یک بحث دیگه است. رک به شما بگم، بهشتی که حضرت آدم و حوا توش بودن و انداخته شدن بیرون، اخراج شدن، دوباره رو زمین ساخته میشه. نه تو آسمون، نه توی فضا، همینجا روی زمین، همینجا رو خود زمین، و به چشم سر میبینن مردم.